دکتر حسین فاطمی. روزنامه‌نگار، مدیر روزنامه باختر، صاحب امتیاز روزنامه باختر امروز، معاون نخست وزیر، سخنگوی دولت دکتر مصدق، وزیر امور خارجه، محکوم به اعدام. فاطمی از روزنامه‌نویس‌های استثنایی بود که سال‌هایی از عمرش را در زندان‌ها، بیمارستان‌ها و مخفیگاه‌ها گذراند. حسین فاطمی، کودکی، نوجوانی، روزنامه‌نگاری. سید حسین فاطمی در سال 1296 خورشیدی در شهر نائین در خانواده روحانی به دنیا آمد. پدرش سید علی محمد معروف به سیف العلماء بود. او در جوانی درگذشت و فرزندان خود را بی سرپرست گذاشت. وقتی انتخاب نام خانوادگی و گرفتن شناسنامه الزامی شد، تصمیم گیری در این باره به عهده برادرانش افتاد. برادران بزرگتر نام فاطمی را به خاطر سیادت انتخاب کردند و کلمه سیف را هم از لقب پدر گرفتند. برادر ارشد مصباح السلطان شد. برادر ارشد مصباح السلطان شد مصباح سیف پور فاطمی و برادر دوم نصرالله سیف پور فاطمی نام گرفت. او مدیر روزنامه باختر و نماینده دوره 14 از اصفهان بود. بعدها به آمریکا رفت و در آنجا در رشته تاریخ دکترا گرفت و در دانشگاه به تدریس پرداخت. برادر سوم از خیر سیف پدر و فاطمی برادران گذشت و نام خانوادگی معصومی را انتخاب کرد. ظاهراً نام معصومی برایش آمد نداشت، زودتر از همه مرد. اما درباره حسین کوچک، به طوری که احمد ملکی مدیر روزنامه ستاره درباره او نوشت، برادران املاک و اموال پدری او را گرفتند. در مورد نام خانوادگی هم فقط فاطمی را برای او گذاشتند، لابد برای آنکه زحمت او را از بابت حفظ مال دنیا و تحمل یک نام خانوادگی طولانی کم کنند. این چهار برادر یک خواهر هم داشتند که بزرگتر از همه بود. او مادر دکتر سعید فاطمی و همان شیرزنی است که در اسفند ماه 1332 وقتی چاوکشان حرفه‌ای به رهبری شعبان جعفری به دکتر حسین فاطمی حمله کردند، خود را سپر بلای برادر کرد و مقداری از ضربات چاقو نصیب او شد. حسین فاطمی دوره ابتدایی را در تنها مدرسه نائین تمام کرد. به علت علاقه‌ای که به تحصیل داشت به اصفهان رفت و در دبیرستان سعدی به تحصیل پرداخت. اما درس خواندن خرج داشت. او 2 در اصفهان ماند و بعد به منظور آنکه بتواند در ضمن تحصیل کار هم بکند، راهی تهران شد. تنها سندی که از این دوره از زندگانی حسین فاطمی در دست است، کتابی است که احمد ملکی مدیر روزنامه ستاره نوشته است. ملکی این کتاب را که تاریخچه جبهه ملی نام داشت، بعد از 28 مرداد 1332 نوشت و آن را به تیمسار سپهبد فضل‌الله زاهدی نخست وزیر محبوب و ملی ایران هدیه کرد. با آنکه دکتر فاطمی در آن زمان در لیست سیاه حکومت قرار داشت، ملکی جای جای از دکتر فاطمی، از هوشش، از قلمش، از ابتکارش و از صداقتش تعریف کرد. او درباره آشناییش با حسین فاطمی چنین نوشت: در یکی از روزهای پاییز سال 1316 جوانی برای گرفتن کار به من مراجعه کرد. گفت: اسمم حسین، نام خانوادگی هم فاطمی است. در اصفهان چند سالی در دبیرستان تحصیل کردم. چون کار در مطبوعات را یک نوع مطالعه و تحصیل می دانم، به اینجا مراجعه کردم. او توصیه نامه هایی هم به همراه داشت. ملکی به طوری که نوشت، شناسنامه فاطمی جوان را به عنوان تضمین گرفت. او از همان روز در ستاره مشغول کار شد. روزها در دفتر روزنامه کار می کرد و شبها همانجا می خوابید. کمی که گذشت، هم به عنوان مدیر داخلی کار اداری می کرد و هم مقاله می نوشت. او بعدها سردبیر ستاره شد. ملکی درباره ذوق نویسندگی و قلم روان او چنین می نوشت: اوایل کار 2-3 موضوع به او دادم که نوشت. طبق مقررات آن زمان نوشته او را برای سانسور به اداره نامه‌نگاری فرستادم. برخلاف دیگر مقالات که بلافاصله جواب می دادن، چند روزی گذشت. جواب مقاله فاطمی نرسید. با تلفن جویا شدم. علی دشتی رئیس اداره نامه‌نگاری گفت:
این مقاله ها را چه کسی نوشته؟ او را نزد من بفرستید. فاطمی با وحشت رفت اما خوشحال برگشت. معلوم شد آنها باور نمی کردند چون این مقاله ای را یک نویسنده جوان و تازه کار نوشته باشد. اما وقتی او را آزمایش کردند تأیید نمودند که می تواند به کار نویسندگی ادامه دهد. آنگاه اول دشتی، بعد عبدالرحمن فرامرزی معاون آن اداره به ملکی تلفن کردند که قدر این جوان را بدان، چون هم باهوش است و هم باذوق. اگر بتوانی او را خوب بپرورانی از نویسنده های خوب مطبوعات خواهد شد. به طوری که ملکی نوشت، فاطمی هر روز بیش از 12 ساعت به عنوان خبرنگار و نویسنده در روزنامه ها، در مجلس و در وزارتخانه ها کار میکرد. شبها برای آموختن دانش به مطالعه کتاب های مختلف میپرداخت. اما سر پرشور حسین فاطمی در آن ایام قبل از شهریور 20 نزدیک بود برایش گرفتاری درست کند. روزی حسین فاطمی در یکی از مقاله هایش نوشت، کبوتر بی اعتنا به مال غیر آزادانه صبح زود پرواز کرد، در آسمان قهقهه ذوق و نشاط برآورده و هر کجا دانه ای دید فرود می آید و سد جو می کند. ظاهرا موضوع ساده است که اصلا ارتباطی با سیاست ندارد، اما باید مأمور سانسور بود تا از این نوشته یک مسئله ساخت. زمان رضا شاه بود. این قطعه ادبی را دلیل بر سوء نیت نویسنده و مدیر روزنامه که آن را منتشر کرده بود دانستند. اول احمد ملکی را به شهربانی احضار کردند و هدفش را از نوشتن آن قطعه ادبی پرسیدند. بعد حسین فاطمی را احضار کردند و ساعت‌ها از او بازجویی کردند. حقیقت ماجرا این بود که در آن زمان مصباح السلطنه فاطمی استاندار خوزستان و برادر او عماد السلطنه فاطمی استاندار گیلان و هر دو مغضوب رضا شاه بودند. ماموران سانسور به تصور آن که حسین فاطمی جوان با آن خانواده اشرافی اصفهان خویشاوندی دارد و این قطعه ادبی را روی هدف خاصی نوشته، می‌خواستند برایش پرونده بسازند. ولی وقتی معلوم شد او فاطمی نائین است و با فاطمی های اصفهان خویشاوندی ندارد، رهایش کردند. و به این ترتیب بود که سرنوشت و زندگی جوان 16-17 ساله‌ای به نام حسین فاطمی وارد مسیر تازه‌ای شد. وقتی حسین فاطمی در تهران کارش گرفت و در محیط روزنامه‌نگاری آن زمان اسم و رسم پیدا کرد، آشنایان و خویشاوندان وسط افتادند تا میان برادران صلح و آشتی برقرار سازند. مصباح فاطمی برادر ارشد طی سفری که به تهران کرد، سهمی را که طبق حساب او از میراث پدری به حسین می‌رسید داد و مفاسا گرفت. به این ترتیب حسین سهم خود را از مال پدر گرفت، ولی نامش همچنان فاطمی ماند. برادران سیفپور را برای خودشان نگه داشتند. برادر دوم حسین فاطمی به نام نصرالله سیفپور فاطمی از سال 1312 یک مجله ادبی به نام باختر در اصفهان منتشر می‌کرد که به مرور به صورت هفته نامه و بعدها روزنامه منتشر شد. این سیفپور فاطمی چون دید مقاله‌های برادر کوچکش در روزنامه ستاره تهران موفقیت پیدا کرد، از حسین فاطمی خواست به اصفهان بیاید و با او در انتشار روزنامه همکاری کند. حسین به اصفهان برگشت و در انتشار روزنامه کمک برادر شد. اما چون در این زمان نصرالله سیفپور به سمت شهردار شیراز انتخاب شده بود، روزنامه را به طور کامل در اختیار حسین قرار داد و او باختر را به ذوق و سلیقه خود منتشر کرد که به صورت یکی از موفق‌ترین روزنامه‌های اصفهان درآمد. بعد از شهریور 20 دو برادر احساس کردند برای موفقیت در کار روزنامه نویسی احتیاج به فضای بازتری دارند. دست به دست هم دادند و وسیله انتقال باختر را به تهران فراهم ساختند. در آنجا تقریباً همه کارهای روزنامه از جمله نویسندگی مقالات، سردبیری روزنامه، حتی رسیدگی به کارهای اداری به عهده حسین فاطمی بود و مقاله‌های تند و تیز او در انتقاد از دیکتاتوری 20 ساله رضا شاه و حملات سخت او به وزیران و وکیلان بازمانده آن رژیم که همچنان مصدر کار بودند باعث رونق کار باختر شد. حسین فاطمی در این زمان جوانی 23-24 ساله بود.
احساساتی و پرشور. این روحیه باعث شد در میان روزنامه نویس‌های تهران بیش از همه با زنده یاد محمد مسعود، مدیر روزنامه مرد امروز، دوست شود. برای آشنا شدن با طرز تفکر و سبک نویسندگی حسین فاطمی بد نیست یکی از مقاله‌های باب روز او را که بعد از شهریور 20 در انتقاد از نماینده‌های دوره 13 مجلس نوشت بخوانیم. ای ارواح مقدس محبوسین باغ شاه، ای کشته های راه آزادی، ای فداییان وطن، ای شهدای مشروطیت، گرد هم آیید و سر از خاک بردارید، از قبر سر بیرون آورید، کفن را بدرید و تماشا کنید در آنجا که خون پاک شما ریخته شد، در آن بستان که از خون مقدس شما لاله دمید، چگونه از آزادی و حریت ایرانی حمایت و دفاع می کنند. وجود آلوده و ناپاکی که می‌خواهد برای پنهان کردن فضایح خیش اصل مسلم قانون اساسی را پایمال کند باید نابود شود، باید مغز او را با مشت قانون کوبی. رویای فاطمی، ادامه تحصیل در فرنگ. روزی که حسین 16 ساله تحصیل خود را در دبیرستان سعدی اصفهان نیمه کار رها کرد و به تهران رفت، آرزویشان بود که ضمن درس خواندن کار بکند و یا در حین کار کردن به تحصیل ادامه بدهد. کار در روزنامه ستاره تا اندازه‌ای به این آرزو تحقق بخشید، اما بعدها کار در روزنامه باختر اصفهان و اشتغال به روزنامه نویسی در تهران مانع ادامه تحصیل او شد. حسین فاطمی دو صفت بارز داشت، یکی آن که تمام وقت بیکاری خود را صرف مطالعه می کرد، دیگران که دارای حافظه خوبی بود و هر چرا می‌خواند به خاطر می‌سپرد و هر چرا که به خاطر سپرده بود به جا و به موقع استفاده می‌کرد. اما او با آنکه بعد از شهریور 20 از روزنامه نویس‌های صاحب نام کشور شده بود، می‌دانست که معلوماتش برای آنکه به عنوان یک روزنامه‌نگار درجه یک شناخته شود کافی نیست. به این جهت تصمیم گرفت به هر نحو شده خود را به اروپا برساند و در آنجا به تحصیل ادامه دهد. بعد از پایان جنگ جهانی دوم در سال 1945 میلادی 1324 خورشیدی، عده زیادی از ایرانیان به نام مطالعه، معالجه و تحصیل عازم اروپا شدند. در میان این گروه عده از روزنامه نویس ها هم دیده می شدند. حسین فاطمی تصمیم گرفت هر طور شده خود را به اروپا برساند، ولی وضع فاطمی با روزنامه نویس‌های دیگر فرق داشت. آنها از نظر مالی بی‌نیاز بودند، فاطمی بی پول بود. در این زمان او با محمد مسعود دوستی نزدیک پیدا کرده بود. وقتی آرزوی خود را برای ادامه تحصیل در اروپا با محمد مسعود در میان گذاشت، او فاطمی را تشویق به این کار کرد. چون فاطمی مشکلات خود را گفت، مسعود حاضر شد در این زمینه به دوستش کمک کند. با هم قرار گذاشتند در مقابل مقالاتی که حسین فاطمی از فرانسه برای او می‌فرستد، او قسمتی از مخارج تحصیل فاطمی را تأمین کند. مشکل بعدی تأمین پول بلیط هواپیما بود که به تنهایی به اندازه 6 ماه مخارج زندگی در پاریس بود. البته زندگی به صورت دانشجویی. در سال 1125 دولت ایران تصمیم گرفت برای نخستین بار در کنفرانس بین المللی کار شرکت کند. قوام السلطنه که سخت درگیر حوادث آذربایجان بود، به منظور جلب نظر شوروی و گروه‌های چپ کشور، یک رشته چپ‌روی را شروع کرده بود که از جمله آنها باید به تأسیس وزارت کار، تنظیم قانون کار، پخش برنامه کارگران از رادیو و بالاخره فرستادن یک هیئت از سوی کارفرمایان و کارگران و دولت به جهت شرکت در 27 کنفرانس بین المللی کار در اروپا اشاره کرد. حسین فاطمی که روزنامه نویس مشهوری شده بود، کاری کرد که او را به عضویت این هیئت 14 نفری پذیرفتند. او به عنوان وابسته مطبوعاتی به کنفرانس بین المللی کار رفت، اما وقتی کار کنفرانس تمام شد، فاطمی به جای آنکه به ایران برگردد، عازم پاریس شد. پاریس در آن زمان مرکز سیاست جهانی شده بود. فاطمی خواندنی ترین مقاله ها و تفسیرها را از روزنامه های فرانسه ترجمه می کرد و برای دوستش محمد مسعود به ایران می فرستاد. در ضمن به توصیه محمد مسعود، مطالعاتی را هم به منظور خریدن یک چاپخانه مجهز و ماشین های یا آن
ماشین‌های چاپ شروع کرد. حسین فاطمی اول تصمیم داشت در پاریس دوره روزنامه‌نگاری را ببیند. در آن زمان در پایتخت فرانسه دوره روزنامه‌نگاری رسمی که بتوان در آن درجه دکتری گرفت وجود نداشت. فقط یک آموزشگاه خصوصی بود که دولت ایران مدرک آن را به عنوان دوره عالی به رسمیت نمی‌شناخت. به این جهت فاطمی تصمیم گرفت تحصیل خود را در رشته حقوق ادامه بدهد. ایران در آن سالها دوران پرآشوب تاریخ خود را می‌گذراند. به خاطر وقایع آذربایجان و مسئله نفت، مطبوعات بین‌المللی توجه خاصی به حوادث ایران نشان می‌دادند. فاطمی مقاله‌های روزنامه‌های مختلف را برای مرد امروز محمد مسعود و ستاره احمد ملکی و بعضی از روزنامه‌های دیگر تهران می‌فرستاد. این وضع تا بهمن 1326 و ترور محمد مسعود ادامه داشت. با کشته شدن محمد مسعود همه برنامه‌های فاطمی به هم خورد. مرگ محمد مسعود در 22 بهمن 1326 ضربه بزرگی به روحیه حسین فاطمی وارد ساخت و برنامه‌هایی را که او به منظور تأسیس یک سازمان بزرگ مطبوعاتی تنظیم کرده بود به هم زد. فاطمی تا مدتی بعد از مرگ مسعود هنوز امیدوار بود روزنامه مرد امروز همچنان منتشر شود، ولی چون دستگاه خاطری خوبی از مرد امروز نداشت و می‌دانست هر کس مرد امروز را منتشر کند ناچار است همان رویه تند و انقلابی مسعود را ادامه دهد، تا مدت‌ها از واگذاری امتیاز مرد امروز به دوستان و خیشاوندان محمد مسعود جلوگیری می‌کرد. نامه‌هایی که حسین فاطمی در این ایام برای نصرالله شیفته، دوست و همکار خود در روزنامه باختر که بعداً سردبیر مرد امروز شد نوشته، نمودار وضع نابسامان روحی اوست. آنجا که در یکی از نامه‌ها نوشت از زندگی سیر شده است. فکر خودکشی در این زمان فاطمی را رها نمی‌کرد. حسین فاطمی مردی مبارز بود که طی سال‌های بعد از شهریور با طبقه حاکم فاسد، با حزب توده و با دستجات ارتجایی مبارزه می‌کرد. اما همین مرد شجاع و مبارز وقتی خبر کشته شدن دوست صمیمی‌اش محمد مسعود را شنید، روحیه‌اش را به کلی از دست داد. او گاهی بدون برنامه در کوچه و خیابانهای پاریس راه می رفت و به یاد مسعود غریب و بی‌کس گریه می کرد. زمانی بدون توجه به وضع خود از کلاس درس بیرون می آمد و در گوشه حیات دانشکده چنباتمه می زد و به عاقبت خودش که آن همه به مسعود امید بسته بود می اندیشید. او بارها گفته بود بدون مسعود ادامه حیات برای من ارزشی ندارد. خبر مرگ مسعود وقتی به فاطمی رسید که او مشغول برنامه‌ریزی جهت پذیرایی از مسعود در پاریس بود و طرح خرید ماشین چاپ رتاتیو و تشکیل یک شرکت بزرگ مطبوعاتی را می‌کشید. یک مرد با خصوصیات فاطمی باید در بدترین حالات روحی باشد که به نصرالله شیفته بنویسد: شیفته جان، همه هفته ولو چند سطرم باشد به من بنویس. نگذار که تمام آرزوها و افکار دوست تو در خاک سرد یکی از قبرستانهای دور افتاده پاریس مدفون شود. روحیم خیلی بد است و اعصابم ضربه شدیدی خورده. کمرم زیر بار این غم شکسته شده. ترور مسعود از چند جهت باعث تأثیر شدید حسین فاطمی شد. نخست به خاطر از دست رفتن یک دوست صمیمی. محمد مسعود آدم گوشه‌گیری بود و فقط با چند تن از روزنامه نویس‌ها دوستی و معاشرت داشت. یکی از آنها حسین فاطمی بود. فاطمی اغلب روزها به خانه مسعود می‌رفت و آن دو با یکی دو تن از دوستان صمیمی خود ساعاتی را در کنار یکدیگر به بحث و گفتگو می‌پرداختند. فاطمی وقتی از روزنامه باختر کنار گرفت، قول و قرارهایی درباره آینده با مسعود گذاشت. کشته شدن مسعود این برنامه‌ها را به هم زد. با به هم خوردن این برنامه‌ها نومیدی بر وجود فاطمی مسلط شد. برنامه های حسین فاطمی برای روزنامه نگاری. وقتی حسین فاطمی از شرکت با محمد مسعود ناامید شد و هنگامی که مشاهده کرد دستگاه به هیچ قیمتی اجازه انتشار مجدد مرد امروز را نمی دهد، در صدد برآمد طرحی برای تأسیس یک مؤسسه بزرگ مطبوعاتی تهیه کند. در این زمان برادر بزرگش مصباح سیف‌پور فاطمی سرانجام به لیاقت برادر کوچکش عقیده پیدا کرد و به طوری که احمد ملکی در کتاب خود می‌نویسد،
در ماه‌های آخر اقامت حسین در پاریس مخارج تحصیل او را تقبل کرد که برایش می‌فرستاد. فاطمی که قبلاً می‌خواست با مسعود شرکتی درست کند، پس از کشته شدن او تصمیم گرفت با کمک عده‌ای تشکیلات مجهزی برای تأسیس یک مؤسسه بزرگ مطبوعاتی به وجود بیاورد. او در این باره نوشت: با ابزار کهنه و پوسیده‌ای که الان در ایران متداول است، دیگر روزنامه نوشتن مسخره به نظر می آید. او برنامه خود را در این مورد چنین اعلام کرد: تشکیلاتی که من در نظر دارم به وجود بیاورم، در مرحله اول یک چاپخانه وسیع است، در مرحله دوم شرکت با چند روزنامه نویس، زیرا ما مؤسسه ما احتیاج به روزنامه صبح و عصر و هفتگی چند جور و ماهنامه دارد. ما باید دارای یک تشکیلات بزرگ و وسیع باشیم. اینها را باید از میان رفقای جوان انتخاب کنیم. فاطمی قصد داشت پس از شروع به کار تشکیلاتش را توسعه داده، سهام آن را به صورت تعاونی بین نویسندگان و کارکنان سازمان تقسیم کند. با توجه به این طرح وسیع معلوم می شود که فاطمی مطلقاً در فکر کارهای دولتی نبود و قصد داشت که در روزنامه‌نگاری کشور تحول به وجود بیاورد. او تصمیم داشت بعد از گرفتن درجه دکتری در فرانسه برای مطالعه و آموزش زبان یک سال در لندن و یک سال هم در آمریکا اقامت کند. مرگ نابهنگام مسعود همه این برنامه‌ها را به هم ریخت. حسین فاطمی، دکتر حقوق و صاحب امتیاز روزنامه باختر امروز. فاطمی در دوران تحصیل در پاریس روزهای سختی را گذراند. او یک دانشجوی کم سن و سال نبود که در خوابگاه‌های دانشجویی زندگی کند، در رستوران‌های دانشجویی غذای ارزان بخورد و در کاوهای سن ژرمن د پره با جوانها بوگی بوگی برقصد و با خوشی‌های جوانی سختی‌های بیپولی را از یاد ببرد. او 30 ساله بود، مرحله نوجوانی را پشت سر گذاشته بود. در تهران به عنوان مدیر روزنامه با محافل بالای اجتماع رفت آمد داشت. محیط بی بند و بار دانشجویان در فرانسه بعد از جنگ او را جذب نمی کرد. او در یک آپارتمان محقر در پاریس زندگی می کرد و وقت خود را در دانشگاه به جهت تحصیل و در منزل در حال ترجمه و نوشتن می گذراند. بهترین ایام او زمانی بود که روزنامه های ایران به فرانسه می آمد و او مقاله های خود را در آنها می دید. آنگاه به یک کافه کوچک کنار خیابان می رفت و مشغول مطالعه روزنامه های تهران و پاریس می شد. او وقتی به ایران بازگشت 2000 جلد کتاب با خود به ایران آورد. اقامت حسین فاطمی در پاریس 3 سال به طول انجامید. او که در اوایل سفر به فرانسه مقالاتش را به نام حسین فاطمی می نوشت، در چند ماه آخر مقاله های خود را دکتر حسین فاطمی امضا می کرد. درباره عنوان دکتری فاطمی شایعات زیادی بر سر زبان ها افتاده بود. مخالفان می گفتند که او در ایران دوره لیسانس را نگذرانده، چگونه توانسته درجه دکتری بگیرد؟ فاطمی انتقادها را می شنید ولی از خود دفاع نمی کرد. حقیقت از این قرار بود. در آن زمان دانشگاه های فرانسه دوره های خاصی برای خارجی ها داشتند که از ایام استعمار باقی مانده بود. در ایام قدیم که در ایران و سایر کشورهای شرقی دوره های دانشگاهی وجود نداشت، هر خارجی که در کشور خود دوره تحصیلات قدیم را دیده بود می توانست با ارائه مدارکی که میزان معلومات او را معین می کرد معادل یا به قول فرانسوی ها اکووالن مدرک تحصیلی را به دست بیاورد و ادامه تحصیل بدهد. فاطمی که از نوجوانی به خاطر اشتغال به کار نتوانسته بود در ایران تحصیلات کلاسیک خود را تمام کند، در پاریس با ارائه مدارکی که داشت معلوماتش معادل لیسانس شناخته شد و او توانست مانند همه کسانی که مدرک لیسانس دارند در دوره دکتری حقوق نامنویسی کند. او پس از قبول شدن در امتحانهای دوره دکتری و گذراندن رساله تحصیلی درجه دکتری گرفت. این سبک و سنت بعدها به هم خورد و در فرانسه هم همه میبایست برای تحصیل دوره عالی مدارک تحصیلی قابل قبول ارائه بدهند. بنابراین فاطمی برخلاف ادعای مخالفان از دانشگاه پاریس درجه دکتری گرفته بود. دکتر حسین فاطمی اوایل سال 1327 به ایران بازگشت. برادرش مصباح سیف‌پور فاطمی صاحب امتیاز روزنامه باختر
از سال 1125 و به دنبال وقایع آذربایجان با خانواده و فرزندان به آمریکا رفته مقیم آنجا شده بود. به این جهت دکتر فاطمی دیگر نمیتوانست از امتیاز روزنامه باختر به منظور انتشار روزنامه استفاده کند، پس تقاضای امتیاز روزنامه‌ای به نام خودش کرد. در مورد نام روزنامه، او کلمه باختر را از روزنامه برادرش که خود سالها جهت انتشار آن زحمت کشیده بود گرفت و با اضافه کردن کلمه امروز از آخر نام روزنامه مرد امروز دوست بسیار عزیزش محمد مسعود نام روزنامه‌اش را باختر امروز گذاشت. با آنکه در آن زمان امتیاز روزنامه به راحتی به افراد داده میشد، صدور امتیاز باختر امروز مدت‌ها طول کشید. دستگاه با سابقه‌ای که از طرز تفکر دکتر فاطمی داشت مایل نبود که او روزنامه‌ای به نام خودش داشته باشد، به خصوص که بعد از 15 بهمن 1327 و ترور شاه سختگیری درباره روزنامه‌ها بیشتر شد. سرانجام پس از ماها دوندگی دکتر فاطمی موفق شد امتیاز باختر امروز را بگیرد. او نتوانسته بود آرزویش را به جهت تأسیس یک مؤسسه بزرگ مطبوعاتی برآورده سازد، اما برادرش مصباح سیف‌پور فاطمی به وعده‌ای که داده بود وفا کرد و چاپخانه‌ای خرید و در اختیار برادر قرار داد که کمک بزرگی در انتشار روزنامه یومیه عصر باختر امروز بود. هیئت تحریریه باختر امروز بیشترشان همان کسانی بودند که با فاطمی در روزنامه باختر کار می‌کردند: سید محمد رضا جلالی نائینی، دکتر سعید فاطمی، دکتر رحمت مصطفوی، نصرالله شیفته سردبیر، محمد علی سفری، محمد رضا عسکری، ناصر امینی، ابوالفضل آل بویه، بهرام شاهرخ، دکتر حسین چوبین، ذبیح الله منصوری، سپهر ذبیح و دیگران. نصرالله شیفته همکار فاطمی در باختر و سردبیر مرد امروز، سردبیر باختر امروز شد و دکتر سعید فاطمی، خواهرزاده دکتر حسین فاطمی، از ابتدا تا آخر در کنار داییش کار و مبارزه کرد. در دوره جدید روزنامه‌نگاری دوستان دکتر فاطمی به او پیشنهاد کردند روزنامه را صبح‌ها منتشر کند. اکثر روزنامه‌های بزرگ دنیا صبح‌ها منتشر می‌شوند. یک روزنامه صبح فرصت زیادتری نسبت به روزنامه عصر برای تهیه اخبار دارند. در روزنامه‌های صبح خبرنگاران از صبح تا اوایل شب در جستجوی خبر به همه جا سر می‌زنند. بعد تا آخر شب به جهت تنظیم مطالب و چاپ روزنامه فرصت دارند. از آن گذشته چون در کشورهای غربی صبح‌ها کار از ساعت 9 شروع می‌شود، خواننده‌های روزنامه‌ها فرصت دارند تا قبل از شروع به کار روزنامه صبح را مطالعه کنند و یا در مسیر خانه تا محل کار، در اتوبوس، در مترو، در تاکسی و در اتومبیل شخصی، در آن موقع اغلب افراد مرفه راننده داشتند، روزنامه بخوانند. اما در ایران سنت چنین بود که روزنامه عصر مهمتر باشد. این سنت را عباس مسعودی رواج داد و دکتر مصباح زاده به تکمیل آن پرداخت. در یک دوره که در مبارزه بین اطلاعات و کیهان روزنامه اطلاعات با فاصله زیاد از کیهان عقب افتاده بود، من به عباس مسعودی پیشنهاد کردم اطلاعات را صبح‌ها منتشر کند تا به جای آن دنبال روی کیهان شود، ما هم در ایران در کنار روزنامه مجهز عصر یک روزنامه بزرگ صبح هم داشته باشیم. مسعودی نپذیرفت، اما مدتی اطلاعات را صبح‌ها منتشر کرد، با این تفاوت که بعد از ظهرها هم اطلاعات عصر را منتشر می‌کرد. اما چون هر دو روزنامه از نظر مطالب شباهت زیادی با هم داشتند، اطلاعات صبح نزدیک بود اطلاعات عصر را به نابودی بکشاند، بیان که خودش صاحب تیراژ شود. خواننده ها هم سردرگم بودند که کدام را بخرند. دکتر فاطمی نصیحت همکاران را نپذیرفت و در انتشار باختر امروز در بعد از ظهر پافشاری کرد. با آنکه در آغاز با مشکلات زیادی روبرو شد، آنقدر مقاومت کرد تا سرانجام موفق شد روزنامه باختر هم بعد از ظهرها منتشر می شد. در آن سالها روزنامه اطلاعات با تشکیلات مجهز خود یک کتاز میدان بود. روزنامه فروش ها چون بیشتر درآمدشان از مؤسسه اطلاعات بود، حریم این روزنامه را نگه می داشتند. در آن زمان بعد از اطلاعات کیهان دومین روزنامه عصر تهران بود، ولی هنوز رونق و توسعه بعدها را پیدا نکرده بود. به این جهت روزنامه فروش ها اول روزنامه کیهان را
که به علت تیراژ کمتر زودتر آماده میشد میگرفتند، ولی بدون آنکه آن را برای فروش عرضه کنند بسته ها را زیر بغل میگذاشتند و به چاپخانه اطلاعات در خیابان خیام میرفتند. اطلاعات به جهت آنکه تیراژ زیادتری داشت و هم به اتکای سرعت چاپ ماشین رتاتیو و برای آنکه از آخرین خبرهای روز استفاده کند دیرتر از کیهان آماده میشد. بعد هم که روزنامه آماده میشد روزنامه را به روزنامه فروش ها نمیدادند، بلکه نگه میداشتند تا تمام سهمیه تهران آماده شود، آنگاه بین روزنامه فروش ها تقسیم میکردند. وقتی روزنامه فروش ها سهمیه خود را میگرفتند در بزرگ چاپخانه اطلاعات باز میشد و روزنامه فروش ها دست جمعی با فریاد اطلاعات اطلاعات روزنامه مثل مور و ملخ از آن مؤسسه بیرون می آمدند و در سطح شهر پراکنده می شدند. این یکی از صحنه های جالب مطبوعاتی در آن سالها و از افتخارات مؤسسه اطلاعات بود. با فشاری و استقامت فاطمی و همکارانش باعث شد سرانجام موفق شوند و تیراژ باختر امروز را تا 25,000 نسخه در روز که در آن زمان تیراژ زیادی بود برسانند. اما تا مدت ها روزنامه فروش ها که بعد از ظهرها اول اطلاعات و بعد کمی از کیهان را می فروختند نسخه های باختر امروز را که بعد از ظهرها نفروخته بودند صبح روز بعد در بساط خود عرضه می کردند. درباره تاریخ انتشار روزنامه باختر امروز اختلاف نظر وجود دارد. تاریخ انتشار رسمی باختر امروز شنبه 8 مرداد 1328 است. هر سال در این روز روزنامه وارد سال جدید می شد و به مناسبت سالگرد روزنامه مقاله هایی می نوشتند، ولی در حقیقت اولین شماره باختر امروز 9 تیر ماه 1328 منتشر شد و تا روز 20 تیر ماه 10 شماره منتشر شد. در این دوره کوتاه روزنامه 4 صفحه بود و از نظر شکل ظاهر با شماره های رسمی روزنامه تفاوت داشت. پس از آن تا 18 روز از انتشار روزنامه خبری نبود، تا آنکه در تاریخ 8 مرداد باختر امروز با صفحه بندی خاص که تا آخر به آن وفادار ماند منتشر شد، آن هم در حالی که شماره 1 را بر پیشانی داشت. علت این تصمیم فاطمی بر کسی روشن نشد و در نوشته های دیگران هم دلیل موجهی برای این کار ندیدم. این 10 شماره را می توان شماره های 0 باختر امروز تلقی کرد، و یا شاید به علتی که روشن نیست فاطمی تصمیم گرفت روزنامه را زودتر منتشر کند، ولی چون این شماره ها مطابق ذوق و سلیقه او نبود آنها را از شماره های رسمی روزنامه حذف کرد. در مقاله نخستین شماره رسمی باختر امروز به عنوان یا مرگ یا آزادی را داشت این طور شروع می شد: در یکی از روزهای گرم تابستان 1324 درست 4 سال پیش آخرین سرمقاله باختر را نوشتم و صبح روز بعد برای شرکت در یک کنفرانس بین المللی با هواپیمای سربازبر فرانسوی به پاریس رفتم، و با این جملات هم تمام می شد. باختر امروز با همان تحور دیروز باختر و با همان جسارت و بیپروایی از مصالح علف خورها، پابرهنه ها و گرسنه ها و بیکفن ها دفاع خواهد کرد. این روزنامه مال میلیون ها مردمی است که در اثر ضعف و ناتوانی در شرایط زندگی عصر حجر یا قرون وسطا باقی ماندند و از دنیای قرن بیستم خبری ندارند. دکتر فاطمی در این دوره باختر امروز که بعد از ظهرها منتشر می شد شعار خود را طرفداری از دکتر محمد مصدق و ملی کردن صنعت نفت قرار داد. بعد از مدت کوتاهی روزنامه عملاً به صورت ارگان جبهه ملی در آمد. دکتر فاطمی، باختر امروز و جبهه ملی. دکتر محمد مصدق به منظور آزادی انتخابات دوره 16 مبارزه شدیدی را شروع کرد. در مجلس هم چند تن از نمایندگان با پشتیبانی از تلاش‌های دکتر مصدق یک اقلیت نیرومند تشکیل دادند. از جمله اعضای مؤثر این اقلیت باید از حسین مکی، دکتر مظفر بقائی و حائری‌زاده یاد کرد. ولی فقط نماینده های مجلس در این زمینه فعالیت نمی کردند. عده‌ای از رجال سیاسی و روزنامه نویسان هم در خارج از مجلس از دکتر مصدق و تز او درباره انتخابات آزاد پشتیبانی می کردند. یکی از این افراد دکتر حسین فاطمی بود که پس از بازگشت از اروپا
و از آغاز انتشار روزنامه باختر امروز سیاست خود را طرفداری از دکتر مصدق قرار داده بود. در روز 18 مهر 1328 عده‌ای از روزنامه‌نگاران در خانه دکتر مصدق جمع شدند و قرار شد هیئتی برای نظارت در انتخابات تشکیل دهند. دکتر فاطمی با آنکه فقط 2 ماه از انتشار باختر امروز می‌گذشت، یکی از کسانی بود که به عضویت هیئت 7 نفره انتخاب شد. جمعه 22 مهر ماه 1328 هم که به دعوت دکتر مصدق قرار شد عده‌ای در دربار متحسن شوند، حدود 10,000 نفر در خیابان کاخ جمع شدند و چون امکان نداشت همگی به کاخ بروند، مقرر شد 20 نفر برای رفتن به کاخ انتخاب شوند و باز دکتر فاطمی در کنار مصدق انتخاب شد. در این زمان هنوز این گروه نام معین و تشکیلات منظمی نداشت. احمد ملکی که در آغاز عضو آن جمعیت بود، درباره نام گروه در کتاب تاریخچه جبهه ملی چنین نوشت: روزی که این عده که در آن زمان به متحسنین دربار معروف بودند نزد مصدق به احمد آباد رفتند، دکتر فاطمی نطق مؤثری گفت: اکنون که فواید کار دست جمعی بر عموم روشن شده، خوب است این عده برای انجام کارهای مهم سیاسی و مملکتی دست به دست هم داده و به نام جبهه ملی تحت نظم و دیسیپلین شروع به مبارزه برای پیشرفت اهداف مختلف ملی بنماییم. دکتر مصدق که تا آن موقع تمام پیشنهادهای دوستان و مریدان خود را برای تأسیس حزب سیاسی رد کرده بود، این بار پیشنهاد تشکیل یک جبهه سیاسی مرکب از افراد، احزاب و گروه‌های مختلف را پذیرفت و آن روز بعد از بحث و مذاکره مفصل نام جبهه ملی مورد تصویب قرار گرفت. با آنکه روزنامه شاهد دکتر بقائی هم از دکتر مصدق طرفداری شدید می‌کرد، عملاً روزنامه باختر امروز ارگان جبهه ملی شناخته شد. هدف جبهه ملی ایجاد حکومت ملی به وسیله تأمین آزادی انتخابات و آزادی افکار اعلام شد. ضمناً مقرر گردید اساسنامه و آیین‌نامه جبهه ملی نیز تهیه شود که دکتر فاطمی در تهیه و تصویب آن نقش مهمی داشت. دکتر فاطمی به عضویت کمیسیون تبلیغات جبهه ملی درآمد. سایر اعضای این کمیسیون روزنامه‌نگاران وابسته به جبهه و از این قرار بودند: دکتر مظفر بقائی، مدیر روزنامه شاهد، حسن صدر، مدیر روزنامه قیام ایران، عباس خلیلی، مدیر روزنامه اقدام، احمد ملکی، مدیر روزنامه ستاره، جلالی نائینی، مدیر روزنامه کشور، امیدی نوری، مدیر روزنامه داد و مهندس زیرکزاده، مدیر روزنامه جبهه. تلاش دکتر فاطمی در این زمینه چنان چشمگیر بود که احمد ملکی در کتاب خود نوشت: این حقیقت بر هیچ کس پوشیده نیست که در آن ایام گرداننده واقعی و حقیقی جبهه ملی دکتر حسین فاطمی بود که کمیسیونهای جبهه را اداره می نمود و باید انصاف داد که شب و روز کار می کرد و در سایه همین کار و فعالیت بود که پیشوای جبهه ملی یعنی دکتر مصدق را کاملا در دست خود داشت. در آن زمان اعلامیه ها، بیانیه ها و قطعنامه های جبهه ملی به وسیله دکتر فاطمی تهیه و تنظیم می شد. مبارزه جبهه ملی برای آزادی انتخابات دوره 16 سرانجام به نتیجه رسید که در تهران 8 از اعضای جبهه ملی به مجلس راه پیدا کردند. مهمترین اقدام اقلیت در مجلس تصویب طرح ملی شدن صنعت نفت بود که در روز 17 اسفند 1329 یک روز بعد از ترور سپهبد رزم‌آرا در کمیسیون خاص نفت به تصویب رسید. دکتر حسین فاطمی در هیئت دولت. دکتر محمد مصدق در تاریخ 7 مردیبهشت 1330 پیشنهاد نخست وزیری را که از سوی جمال امامی شده بود پذیرفت. در 12 اردیبهشت هیئت دولت خود را معرفی کرد و در تاریخ 15 اردیبهشت دکتر حسین فاطمی را به معاونت نخست وزیری برگزید. این انتخاب پاداشی بود از سوی دکتر مصدق به دکتر حسین فاطمی به خاطر تلاش‌های شبانه روزی او به جهت ملی کردن صنعت نفت. بعدها خیلی از افراد مدعی شدند که ملی کردن صنعت نفت ابتکار آنها بوده، اما دستخط دکتر مصدق به همه تردیدها خاتمه بخشید.
او نوشت: اگر ملی شدن صنعت نفت خدمت بزرگی است که به مملکت شده، باید از آن کسی که اولین پیشنهاد را نمود سپاسگزاری کرد، و آن کس شهید راه وطن دکتر حسین فاطمی است که روزی در خانه جناب آقای نریمان پیشنهاد خود را داد که عمده نمایندگان جبهه ملی حاضر در جلسه آن را به اتفاق آرا تصویب نمودند. رحمت الله علیه که در تمام مدت همکاری با این جانب حتی یک ترک اولا هم از آن بزرگوار دیده نشد. دکتر محمد مصدق. با آنکه در آغاز کار هر دو مجلس شورای ملی و سنا سعی داشتند با دکتر مصدق برخورد پیدا نکنند، اما معاونت دکتر فاطمی در هر دو مجلس با مخالفت نماینده ها و سناتورها روبرو شد. هر دو گروه ادعا می کردند کسی که در روزنامه خود به دفعات به مجلس شورا، به مجلس سنا، به نمایندگان مجلس شورا و به نمایندگان مجلس سنا اهانت کرده، نباید در هیئت دولت شرکت کند. اما هم در مجلس شورای ملی و هم در مجلس سنا عده‌ای به موافقت فاطمی وارد میدان شدند و سرانجام هر دو مجلس فاطمی را تایید کردند. انتخاب دکتر حسین فاطمی به عنوان معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت در حقیقت یکی از بهترین انتخاب‌های دکتر مصدق بود. در آن زمان ملی کردن صنعت نفت ایران از مهمترین وقایع جهان بعد از جنگ جهانی دوم به شمار می‌رفت. در آن سالها این همه منابع نفت کشف نشده بود تا نیاز دنیا از نفت ما کم شود. نفت ایران و پالایشگاه عظیم آبادان نقش مهمی در حفظ تعادل بین تولید و مصرف انرژی در جهان داشت. به این علت بعد از ترور رزمارا، ملی شدن صنعت نفت و نخست وزیری دکتر مصدق، گروه گروه خبرنگاران نشریات معتبر جهان و نماینده های خبرگزاری های مهم به ایران می آمدند تا از نزدیک از حوادث ایران و نظر دولت و مقامات مسئول درباره نفت آگاه شوند. در آن زمان نگارنده که به تازگی از خارج بازگشته بودم، طی مدتی کوتاه با دکتر بهاءالدین پازارگاد مدیر روزنامه خورشید ایران همکاری داشتم. چند بار به پیشنهاد او در جلسات مصاحبه های هفتگی دکتر فاطمی شرکت کردم. در آنجا آشکارا می دیدم که برخورد خوب و پاسخهای متین دکتر فاطمی و شوخی های بجای او چه تأثیر خوبی در خبرنگاران خارجی به جای می گذارد. دکتر فاطمی دارای قامتی متوسط و اندامی نه چاق و نه لاغر بود. همیشه لباسهای خوشدوخت اغلب به رنگ تیره بر تن داشت. همواره لبخندی در لبهایش دیده می شد. او زبان فرانسوی را خوب ولی با لهجه صحبت می کرد. از نظر درک مفاهیم و بیان مطالب به این زبان مشکلی نداشت، ولی لهجه او نشان می داد که زبان فرانسوی را در سنین بالا آموخته. در آن زمان هنوز زبان فرانسوی موقعیت خود را از دست نداده بود و اکثر خبرنگاران خارجی با آن زبان آشنایی داشتند. فاطمی با اغلب آنها بدون واسطه گفتگو می‌کرد. تبلیغات امپریالیسم انگلیس دولت ایران را به صورتی مخوف به جهانیان معرفی کرده بود، ولی صفا و صمیمیت و چهره خندان سخنگوی دولت پاسخ خوبی به ادعاهای دشمن بود. خبرنگاران وقتی می‌دیدند دکتر فاطمی جواب پاسخ آنها را با خوشرویی و اغلب با طنز و در هر حال با صمیمیت می‌دهد، نسبت به او و مملکت و دولت احساس خوبی پیدا می‌کردند. دکتر فاطمی با آنکه به هیئت دولت راه یافته بود و می‌دانست به خاطر علاقه‌ای که دکتر مصدق به او پیدا کرده در آینده مشاغل مهمتری پیدا خواهد کرد، روزنامه‌نگاری را رها نکرد و در تمام مدتی که به عنوان معاون نخست وزیر و بعدها نماینده مجلس و سرانجام وزیر امور خارجه مشغول خدمت بود، از نوشتن سرمقاله‌های باختر امروز کوتاهی نمی‌کرد. او بنا به نوشته همکارانش در تمام مدت روز هر موضوع جالبی را می‌شنید یا می‌خواند در روی قوطی سیگارش یادداشت می‌کرد تا به موقع از آن استفاده کند. سوءقصد علیه دکتر حسین فاطمی بر سر مزار محمد مسعود. دکتر فاطمی در بازگشت به ایران هرگز دوست از دست رفته خود محمد مسعود را از یاد نبرد.
او هر سال در شماره 22 بهمن روزنامه خود به مناسبت سالگرد ترور او به تجلیل از محمد مسعود می پرداخت. سال 1330 سالی بود که جبهه ملی بر سر کار بود و صنعت نفت ملی شده بود. فاطمی مدیر یکی از معتبرترین روزنامه های کشور و معاون نخست وزیر بود. روز جمعه 25 بهمن دکتر فاطمی تصمیم گرفت به اتفاق هیئت تحریریه روزنامه باختر امروز و عده‌ای از دوستان نزدیک محمد مسعود به مناسبت چهارمین سال درگذشت دوست خود بر سر مزار او در ظهیرالدوله مراسم یادبودی برپا کند. آن روز جمعیت زیادی از جریان خبر یافته بود. در سر مزار محمد مسعود در آرامگاه ظهیرالدوله در شمیران جمع شده بودند. جینت دختر 8 ساله مسعود هم در مراسم شرکت داشت. جینت نامی بود که محمد مسعود در کتاب گلهایی که در جهنم میرویند نامش را به قهرمان زن داستان داده بود. او برای اولین بار در چنین مراسمی شرکت میکرد. تا کنون به او گفته بودند پدرش به سفر رفته است. آن سال برای اولین بار فهمیده بود که ناجوان مردان پدرش را کشتند. آن سال چون او بزرگ شده بود جریان واقعه را به او گفتند. این موضوع را آن روز شهیدی قیم ورثه مسعود طی سخنرانی خود بیان کرد. فاطمی سخنان را می شنید و از ته دل اشک می ریخت. فاطمی آن روز به شدت متأثر بود. چون نوبت صحبت به او رسید پشت میکروفون قرار گرفت. درست هنگامی که گفت گلوله‌ای که مغز مسعود را پریشان کرد ایران را تکان داد، صدای گلوله‌ای برخاست. فاطمی فریادی کشید و دست‌های خود را به محل اصابت گلوله گذاشت. همکاران فاطمی برای آنکه او نیفتد به طرفش دویدند. او را در آغوش گرفتند، به طرف اتومبیل بردند و به سمت بیمارستان نجمیه که دکتر غلام حسین مصدق پسر دکتر مصدق ریاست آن را بر عهده داشت حرکت کردند. گلوله به شکم فاطمی اصابت کرده بود. عمل جراحی به وسیله پروفسور یحیی عدل انجام گرفت. دکتر فاطمی در بیمارستان بستری بود که اعتبارنامه نمایندگی او از تهران به وی داده شد. گلوله را یکی از نوجوانان عضو جمعیت فدایان اسلام تحت تأثیر تبلیغات مخالفان شلیک کرده بود. فاطمی پس از 101 روز بستری شدن در بیمارستان و تحمل 2 بار عمل جراحی چون بهبود پیدا نمی کرد، روز 6 خرداد 1331 برای ادامه معالجه به آلمان رفت. 3 عمل در یکی از بیمارستانهای هامبورگ به وسیله پروفسور زوپفل یکی از جراحان معروف آلمان انجام گرفت. فاطمی روز 12 مهر ماه به ایران بازگشت و به مجلس رفت. ولی فعالیت او در مجلس چند روز بیشتر طول نکشید. در 17 مهر ماه آن سال با حفظ سمت سخنگوی دولت به عنوان وزیر امور خارجه معرفی شد. دکتر فاطمی هرگز از رنج زخمهای آن گلوله خلاصی نیافت و تا آخر عمر گرفتار عوارض آن بود. آنقدر پزشکان در ایران و آلمان شکم او را باز کردند و روی امعا و احشاء مجروح او عمل کردند که مردم ساخته بودند خوب است در شکم دکتر فاطمی یک زیپ وصل کنند تا دکترها برای معاینه و معالجه ناچار نشوند دائم شکم او را بشکافند. آخرین بار فاطمی در تاریخ 10 خرداد 1332 برای معالجه به آلمان رفت. آن روزها ایران دوره حساسی را می‌گذراند و دکتر مصدق ناچار بود در چند جبهه با مخالفان بجنگد. دوری فاطمی برای مصدق سخت بود ولی او که از وضع بد مزاجی فاطمی اطلاع داشت او را تشویق می‌کرد برای معالجه به خارج برود. فاطمی در 10 خرداد طی یک نطق رادیویی از مردم ایران خداحافظی کرد و به آلمان رفت. سفر فاطمی در چنان روزهای حساسی دهان مخالفان را به بدگویی بازتر کرد. چون اقامت او طولانی شد ده‌ها شایعه برای او درست کردند. روزی نبود که از ملاقات‌های پنهانی او با مقامات انگلیسی و آمریکایی و رؤسای شرکت نفت انگلیس خبرهایی منتشر نکنند. دکتر مصدق که به طور مداوم
در جریان کارها و مداواهای فاطمی بود این حرفها را می شنید ولی اعتنا نمی کرد. دکتر فاطمی سرانجام روز 20 مرداد 1332 در میان استقبال پرشور طرفداران و شایعات فراوان مخالفان به ایران بازگشت که به گفته دوستانش کاش باز نمی گشت. آمدن او به ایران مصادف بود با زمانی که کودتا در شرف انجام بود. آمریکا علناً برای کمک به انگلستان و ساقط کردن دکتر مصدق وارد عمل شده بود و ماموران درجه یک سیا را با عناوین و اسامی مختلف به ایران فرستاده بود. دکتر فاطمی هم مثل دیگر مقامات سطح بالای مملکت می‌دانست که حوادثی در شرف وقوع است ولی از جزئیات آن خبر نداشت تا نیمه شب 24 مرداد 1332. در نیمه شب 24 مرداد در همان زمان که سرهنگ نصیری فرمانده گارد سلطنتی به خانه دکتر مصدق می‌رفت تا فرمان عزل او را بدهد، گروه‌های دیگری از کودتاچیان برای بازداشت مقامات دیگر دست به فعالیت گسترده‌ای زدند. یک گروه از آنها برای توقیف فاطمی به خانه‌اش رفتند. دکتر فاطمی روز یک شنبه 25 مرداد جریان دستگیری خود را به وسیله سربازان گارد به خبرنگاران روزنامه‌ها چنین گفت: ساعت حدود 11 شب بود که از خانه پدر خانمم سطوتی به خانه خودم در خیابان سعدآباد بازگشتم. ساعت 11:20 صدای خشخشی شنیدم اما توجه نکردم. در این موقع فریاد وحشتناک همسرم مرا به خود آورد. فکر کردم دزد آمده، اما بلا فاصله مواجه با لوله های تفنگ دو سرباز شدم که گفتند حرکت نکنید وگرنه آتش میکنید. وقتی خوب نگاه کردم دیدم عده زیادی سرباز در حالی که مسلسل در دست دارند تمام خانه را پر کردند. در این موقع یک ستوان یک آمد جلو و با احترام گفت پدر سیاست بسوزد، اما چیزی نیست، بفرمایید بروید، دوستان شما در انتظارتان هستند. مرا سوار یک کامیون سرباز کردند و به کاخ سعدآباد بردند. در کاخ مرا داخل اتاقی کردند که پر از سرباز بود. افسر محافظ در حالی که مرتب میگفت پدر سیاست بسوزد، برای ابراز محبت یک گلدان گل روی میز گذاشت. من تازه به آنجا آمده بودم که مهندس حق‌شناس وزیر راه و مهندس زیرک‌زاده نماینده مجلس را هم با لباس خواب به آنجا آوردند. دکتر فاطمی سپس ادامه می‌داد: چون روحیه سربازها را نسبت به خودمان مساعد دیدم، برای آنها قصه پادشاه یمن را تعریف کردم و کم کم شروع به بحث‌های خودمانی کردیم. در این وقت به ستوان یکم محافظ گفتم تو شرف داری؟ او گفت البته. گفتم من زندانی شما هستم، اما زنم و کودک 11 ماهه هم گناهی ندارند. من کاغذی به زنم می نویسم بدهید ببرند، آنها خیلی نگران هستند. افسر قبول کرد و من کاغذی خطاب به همسرم نوشتم تا نگران نباشد. ساعت نیمه بعد از نیمه شب افسری آمد و ما را سوار یک کامیون نظامی کرد. یک کامیون جلو و دو کامیون در عقب حرکت کردیم. سروانی از گارد سلطنتی که همراه ما بود مرتباً می گفت آی دکتر زیاد ناراحت نباشید، فردای کارها معلوم نیست. از آنجا ما را به شهر آوردند، ولی چون در شهر قسمت دیگر برنامه مواجه با شکست شده بود مجدداً ما را به کاخ سعدآباد برگرداندند. ساعت 2:30 بعد از نیمه شب بود که افسر محافظ گفت آی دکتر شانس آوردید. گفتم چطور؟ گفت زدیم و نگرفت. فهمیدم اوضاع عوض شده و کودتا شکست خورده است، ولی ما همچنان در بازداشت بود. در همان ساعت که به دستور دکتر مصدق سرهنگ نصیری بازداشت شد، سربازهای گارد که عازم تصرف رادیو و مرکز فرستنده بودند با مقاومت تانک‌های محافظ روبرو شدند. دکتر فاطمی آن روز در مصاحبه خود گفت ساعت 3 بعد از نیمه شب بود که یک سرگرد وارد اتاق ما شد، به حالت خبردار ایستاد، سلام نظامی داد و خطاب به من گفت قربان امری ندارید؟ من فهمیدم کودتا شکست خورده و من هنوز وزیر هستم. ساعت 4 صبح سرتیپ کیانی معاون ستاد به آنجا آمد و ضمن گزارش جریان وقایع و شکست کودتا دکتر فاطمی و مهندس حق‌شناس و مهندس زیرک‌زاده را به خانه هایشان رساند. اما همه جا وضع به سادگی خاتمه پیدا نکرد. سربازانی که مأمور حفاظت خانه دکتر فاطمی شده بودند گروگان‌های خود را خیلی آزار کردند. در آن خانه فقط همسر فاطمی
پریوش سطوتی و علی پسر 11 ماهه دکتر فاطمی و پرستار بچه بودند. سربازها تا صبح در اتاق آنها ماندند، آنها را تحقیر و نسبت به آنها توهین کردند، مانع استراحت و خواب همسر فاطمی و فرزند کوچک او شدند، تا آنجا که حتی اجازه نمی دادند آنها برای طبیعی ترین احتیاجات خود به دستشویی بروند، تا آنکه خبر رسید کودتا شکست خورده و آنها از خانه فاطمی خارج شدند. آن روز کنفرانس مطبوعاتی دکتر فاطمی شلوغ‌تر از همیشه بود. خبرنگاران داخلی و خارجی که از جریان کودتا و شکست آن آگاه شده بودند فوراً خود را به آنجا رساندند. بیشترین سوال این بود: آیا شاه در این کودتا دخالت داشت؟ فاطمی با وجود نفرتی که از رفتار سربازان نسبت به همسر و فرزند خردسالش داشت، به توصیه دکتر مصدق که از هر گونه حمله شدید نسبت به شاه خودداری شود گفت: نظر دولت را نمی دانم، ولی نظر خودم را در سرمقاله امروز باختر امروز به اطلاع ملت ایران می رسانم. سرمقاله آن روز باختر امروز به قلم دکتر فاطمی بسیار تند و آتشین بود. او شاه را با فاروق مقایسه کرد و نوشت: بعد از واقعه 9 اسفند که برای دادن گزارشی به دیدار شاه رفتم، او در حالی که سعی می کرد قیافه معصومی به خود بگیرد گفت: دکتر مصدق از من رنجیده، به گمان اینکه در حادثه 9 اسفند من دست داشتم. من به او، یعنی شاه، گفتم: به من بفرمایید تا کجا می‌خواهید بروید؟ آیا اعمال فاروق برای شما درس عبرت نیست؟ فاروق تا توانست نوکری انگلیسی‌ها را کرد و پشت به ملت خود تا آنجا رفت که تاج و تخت خیش را از دست داد. آیا شما هم از آن راه می‌خواهید بروید؟ دکتر فاطمی در قسمت دیگری از مقاله خود نوشت: من در طول 12 سال اخیر هرگز به آستان این جوان خوشخط و خال که مثل مار افسرده موقع ضعف و جبن سر در هم می‌کشد و در فرصت مناسب نیش جانگزای خود را می‌زند سر فرود نیاوردم. هرگز نشان همایونی اهدایی او را به سینه نزدم. در بار دشمن همه آزاد مردان وطن پرستان و خصم مبارزان راه استقلال و آزادی است. من از محمد رضا شاه انتظار آن را ندارم که شجاعت و شهامت خودش را در برابر بیگانگان به کار ببرد. حتی به قدر سلطان مراکش و بیک تونس هم از او حمایت از حقوق ملت را نمی خواهم. و بعد در آخر مقاله خطاب به دکتر مصدق نوشت: آقای دکتر مصدق، تا کی باید صبر و تحمل کرد؟ تا کی باید شاهد فجایع و رسوایی‌های پنهان و آشکار دربار بود؟ در آن موقع که 60 تیرهای افسران به طرف من نشانه گرفته بودند و مرا به توقیفگاه سعدآباد می بردند، این شعر سعدی را زمزمه می کردم: چو تیره شود مرد را روزگار، همه آن کند کش نیاید به کار. وقتی 188 روز بعد از آن سرانجام دکتر فاطمی گرفتار شد و او را در دادگاه نظامی محاکمه کردند، یکی از دلایلی که دادستان به موجب آن برای فاطمی تقاضای اعدام کرد همین مقاله بود. دکتر فاطمی 25 تا 28 مرداد 32. در 4 روز 25 تا 28 مرداد 1332 و شکست مرحله اول کودتا، عده‌ای از وزرا و وکلا علیه شاه و دربار سخنرانی کردند. بسیاری از روزنامه‌ها علیه شاه و دربار مقاله نوشتند، ولی دکتر فاطمی در نوت‌ها و مقاله‌هایش از همه تندتر است. بعدها عده‌ای از دولتیان گناه حوادث 28 مرداد را مقدار زیادی به گردن تندروی‌های دکتر فاطمی و زیادخواهی‌های حزب توده انداختند. دکتر فاطمی در آن چند روز تندترین حملات را نثار شاه کرد. حزب توده جمهوری دموکراتیک می‌خواست. این شعار بازاری‌ها و مذهبی‌ها را ترساند، به طوری که این تندروی‌ها باعث شد بی‌طرف‌ها نیز دچار وحشت شدند. روز دوشنبه 26 مرداد دکتر فاطمی به دربار رفت. اتاقها را مهر و موم کرد تا اموال سلطنتی که به گفته او به ملت تعلق یافته بود حیف و میل نشود.
چندی بعد از 28 مرداد احمد هاشمی مدیر روزنامه اتحاد ملی عکسی را به ما نشان داد که دکتر رحمت مصطفوی در آستانه اتاق خواب ملکه ثریا ایستاده و در حال تفکر دست به سینه به در تکیه داده بود. دکتر فاطمی روی یک صندلی نشسته بود و با عصای خود پیراهن‌های ثریا را از داخل چمدان‌ها بیرون می‌آورد تا مأموران صورت برداری کنند. این عکس درست در لحظه‌ای گرفته شد که یک پیراهن زیر ثریا به عصای فاطمی آویزان بود. روز 28 مرداد دکتر فاطمی با خواهرزاده‌اش دکتر سعید فاطمی در خانه دکتر مصدق بود. خبرهای ناگوار از گوشه و کنار شهر می‌رسید. هر چند گاه یک گلوله توپ در خانه دکتر مصدق منفجر می‌شد. دکتر فاطمی که یک بار در نیمه شب 24 مرداد طعم تلخ گرفتاری در دست نظامی‌ها را چشیده بود، دانست اگر غفلت کند با توجه به تندروی‌هایی که طی آن سه روز داشته مشکل است که جان سالم به در ببرد. در این موقع خبر دادند به همسرش گفتند که او کشته شده. دکتر فاطمی با استفاده از موقعیت و با اجازه دکتر مصدق به اتفاق دکتر سعید فاطمی از آنجا خارج شد. اما بقیه وزیران در انتظار تعیین سرنوشت خود، سرنوشت دکتر مصدق و سرنوشت مملکت در آنجا ماندند. کودتای 25 مرداد فاطمی را هوشیار کرده بود که همیشه ممکن است اتفاق غیر منتظره ای روی بدهد. درست در لحظاتی که میراشرافی در رادیو نعره می کشید دکتر فاطمی به دست مردم قطع قطع شد، او توانست قبل از آن که کودتاگران کاملا بر اوضاع مسلط شوند از مخفیگاه خودش به همسرش اطلاع بدهد که ناچار است برای مدتی کوتاه مخفی بماند. این مدت کوتاه 188 روز طول کشید. دکتر فاطمی سرانجام پس از 6 ماه زندگی در خفا ساعت 1:30 بعد از ظهر شنبه 22 اسفند 1332 گرفتار شد. ماجرای گرفتاری او را به طوری که جراید نوشتند از این قرار بود: روز جمعه یک افسر شهربانی برای دیدن خواهر خود به خانه او واقع در کوچه رضاییه شمیران رفت. خواهرش گفت روز قبل در خانه مقابل مرد جوانی را با ریش بلند دیده که با احتیاط از پنجره بیرون را نگاه می‌کرد و چون دید کسی مراقب او نیست شروع به آب دادن گلدان‌ها کرد. آن زن احتمال می‌داد آن مرد یکی از افسران توده‌ای باشد. سرهنگ شهربانی از خواهرش پرسید خانه متعلق به کیست؟ او گفت یک افسر ارتش به نام دکتر محسنی در آنجا زندگی می‌کند. افسر شهربانی روز بعد جریان را به رؤسای خود گزارش داد. آنها هم فرمانداری نظامی را مطلع کردند. در نتیجه سرگرد علی اکبر مولوی با چند نفر مأمور به محل رفتند، حوالی ظهر به آنجا رسیدند و زنگ در را به صدا درآوردند. خود دکتر فاطمی در را باز کرد. ظاهراً این ساعتی بود که صاحب خانه که یک افسر پزشک عضو حزب توده بود به خانه می آمد. به محض آنکه دکتر فاطمی در را باز کرد، مولوی هفتیر خود را روی پیشانی او گذاشت. به این ترتیب دکتر فاطمی را گرفتند و به فرمانداری نظامی نزد سرلشکر بختیار بردند. عکسایی که آن روز از دکتر فاطمی گرفته شد، قیافه او را با حالت خاصی نشان می‌دهد که فقط روانشناسان خبره می‌توانند احساسات درونی او را درک کنند. دکتر محسنی که در آن ساعت به سوی منزل می آمد، وقتی صحنه توقیف فاطمی را دید، با همسرش از معرکه دور شد و چندی بعد به خارج از کشور رفت. چند ساعت بعد که می خواستند دکتر فاطمی را به لشکر 2 زرهی ببرند، طبق صحنه سازی از پیش ساخته شده، شعبان جعفری و گروه چاوکشان او در حالی که شعار می دادند به دکتر فاطمی حمله کردند. خواهر دکتر فاطمی که خود را به آنجا رسانده بود، وقتی دید برادرش در چنگ چاوکشان گرفتار شده، خود را روی برادر انداخت تا سپر بلای او شود. آن روز فاطمی در اثر 8 ضربه چاقو و به روایتی 13 ضربه چاقو که به ریه، شکم و پشت او اصابت کرد، به شدت مجروح شد. چند ضربه هم به خواهرش اصابت کرد. وقتی شاه ماجرا را شنید، به دکتر عیادی دستورهایی داد و او به پزشکان گفت
دستور است که هر طور هست او باید زنده بماند. دکتر فاطمی را از آنجا به بیمارستان نظامی بردند. او تا 40 روز لب به غذا نمی‌زد و به وسیله آمپول به بدن او غذا می‌رساندند. در تمام این مدت دچار تب و ضعف و استفراغ شدید بود. روزی که به همسر و فرزند او اجازه دادند به ملاقات فاطمی بروند، علی 17 ماهه که چندین ماه پدرش را ندیده بود، با دیدن صورت تکیده، رنگ پریده و قیافه ناشناس او وحشت زد. حال دکتر فاطمی بعد از دستگیری و بعد از حمله چاقوکشان شعبان رو به وخامت گذاشته بود. همسر دکتر فاطمی تلاش بسیار کرد که محاکمه فاطمی را عقب بیندازد. او ادعا می کرد دکتر فاطمی به علت بیماری قادر نیست در دادگاه حاضر شود و برادر او ادعا کرد که ضربان قلبش 90، فشار خونش 7.5 و حرارت بدنش 38 تا 39 بود، به طوری که حتی یک لیوان نوشابه نمی توانست بیاشامد. ولی به دستور سرتیب آزموده 4 نفر از پزشکان بهداری ارتش در روز 6 شهریور 1333 در پادگان لشکر 2 زرهی حاضر شدند و بعد از معاینه دکتر فاطمی اعلام کردند حال مزاجی و روحی او رضایت بخش است و حضورش در دادگاه مانعی ندارد. در آخر گواهینامه لطف کردند، نوشتند: اما چون ماه‌های متوالی از حرکت خودداری کرده، ممکن است هنوز برای راه رفتن عادت نکرده باشد، لذا حمله او به دادگاه با آمبولانس ترجیح خواهد داشت. به این جهت در تمام مدت محاکمه او را با لباس بیماران و با آمبولانس و برانکار به دادگاه می بردند. وقتی خبرنگاران از آزموده درباره وضع جسمی و روحی دکتر فاطمی پرسیدند، گفت: وقتی مریضی از بیمارستان مرخص شد، این به معنای آن است که بهبود یافته. به نظر من حال فاطمی برای بازپرسی مساعد است. و وقتی از او پرسیدند آیا او هنوز هم غذا نمی خورد، گفت: او واقعا موجود عجیبی است. وقتی او دستگیر شد، پزشکا گفتند 1 هفته بیشتر زنده نخواهد ماند، در حالی که اکنون 3 ماه است روی تخت خواب خوابیده و غذا نمی خورد. ولی هنوز زنده است. من نمی دانم بدن این مرد چقدر نیرو دارد و تا چه مدت می شود یک آدم را با آمپول زنده نگه داشت. محاکمه دکتر فاطمی سری بود. وقتی خبرنگاران از ترتیب آزموده دادستان ارتش علت این کار را پرسیدند، گفت: نمی‌خواستیم او دادگاه را صحنه عوام فریبی و سیاست بافی قرار بدهد. محاکمه فاطمی در تابستان 1333 10 جلسه طول کشید و سرانجام در تاریخ 1 شنبه 17 مهر او را محکوم به اعدام کردند. فاطمی در تمام مدت محاکمه با آنکه گرفتار تب و عوارض آن بود، با شهامت از خود دفاع می‌کرد. همسرش گفت: روحیه قوی فاطمی او را زنده نگه داشته. پس از دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر هم خیلی سریع حکم اعدام فاطمی را ابرام کرد. دکتر فاطمی تقاضای فرجام کرد. اگر فرجام فاطمی قبول می شد، پرونده به دادگستری می رفت و در آن زمان سابقه چنین بود که دادگستری تمام آرای دادرسی ارتش را که اکثر آنها بدون رعایت موازین قانونی صادر می‌شد نقض می‌کرد. برای آنکه چنین اتفاقی روی ندهد، با تقاضای فرجام او موافقت نشد. پس از آنکه دکتر فاطمی محکوم به اعدام شد، عده‌ای از رجال کوشیدند مانع اجرای حکم شوند. رجال قدیمی که هنوز در دربار احترامی داشتند، با آنکه با افکار و عقاید دکتر فاطمی موافق نبودند، به شاه مراجعه کردند و مصرانه خواستند از اعدام دکتر فاطمی خودداری شود. مجازات گناه او در هیچ قانونی اعدام نبود. شاه در زیر گزارش مربوط به حکم دادگاه نوشت: فعلا از اجرای حکم خودداری شود. اما فاطمی در برابر هر دوست 10 دشمن داشت. دشمنانی در داخل، دشمنانی در خارج. در داخل کشور گروهی از نظامیان برای اجرای حکم پافشاری می‌کردند. در خارج بریتانیا مایل بود اعدام فاطمی درس عبرتی برای همه مخالفان امپراتوری فخیمه باشد. در همان ایام شخصاً شاهد ادعای سرتیب آزموده درباره اعدام دکتر فاطمی بودم. یک شب در همان زمان
در مهمانی اصغر عقیلی مقاطعه کار معروف زمان ترتیب آزموده را دیدم. او برای عده‌ای از مهمانان این ماجرا را تعریف می‌کرد. او گفت خیلی ها می‌کوشیدند فاطمی را از مرگ نجات بدهند. عده زیادی از رجال پادرمیانی کرده بودند. اعلی حضرت هم راضی شده بود فاطمی را مشمول یک درجه عفو کند. یک روز من و یکی از امرای ارتش، او اسمش را گفت اما من به خاطر ندارم، حضور اعلی حضرت شرفیاب شد. به عرض رساندیم در حالی که عده ای از افسران جوان ارتش، منظور اعضای حزب توده، را برای کاری که انجام نداده بودند و فقط احتمال داشت روزی به آن اقدام کنند اعدام می کنیم، جان نثاران درست نمی دانند که فاطمی مورد عفو قرار گیرد. این کار در ارتش اثر خوبی نخواهد داشت. پایان کار دکتر فاطمی، مردی با دشمنان فراوان. دکتر حسین فاطمی تا زمانی که فقط روزنامه نویس بود دشمنان زیادی نداشت. دشمنان او روزنامه ها و احزاب مخالف بودند. اما از زمانی که در جبهه ملی ایران موقعیت ممتازی پیدا کرد و دکتر مصدق او را به عنوان معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت و وزیر خارجه معرفی کرد، یک لشکر دشمن جرار کمر به نابودی او بست. از این زمان است که شایعات فراوانی در اطراف او و زندگی خصوصی او ساخته شد. دکتر مصدق همکاران زیادی داشت، مانند دکتر شایگان، مهندس رضوی و نریمان. ولی از آنها یک دهم فاطمی انتقاد نمی شد. گویی مخالفان دکتر مصدق کمر به قتل فاطمی بسته بودند. شاید تصور می کردند اگر فاطمی را از میدان بردارند، از بین بردن دکتر مصدق آسان خواهد بود. شاید هم حق با آنها بود. فاطمی یکی از صمیمی‌ترین و فعال‌ترین یاران مصدق بود. او در تصمیمات مصدق بیش از سایرین تأثیر داشت. اولین تهمتی که به فاطمی زدند ماجرای دکتریش بود که حقیقتش را نوشتم. بعد گفتند مأمور خارجی ها در جبهه ملی و دولت مصدق است. در آن زمان خارجی صاحب نفوذ در ایران انگلستان بود. دکتر مصدق بارها گفت و بعدها به خط خود نوشت که ملی کردن صنعت نفت پیشنهاد دکتر فاطمی است. اما دشمنان ادعا کردند که همه آن کارها صحنه سازی بود. هر قدر دکتر فاطمی سخت تر در این راه کوشید و شدیدتر به امپراتوری فخیمه بریتانیا حمله کرد، بیشتر او را متهم می کردند که نعل وارونه می زند تا مردم را گمراه کند. فاطمی چندین بار زندانی شد، ترور شد، تمام بدنش در اثر اصابت گلوله و چاقو ریش شد. دشمنانش می گفتند معالجه را بهانه قرار می دهد تا در خارج با ماموران دولت انگلستان و نمایندگان شرکت نفت انگلیس ارتباط برقرار کند. به محض آنکه اقامت او برای مداوا در خارج کمی طول می‌کشید، فریاد برمی‌آوردند که مشغول زد و بند با خارجی هاست و هر چند یک بار از ملاقات‌های مرموز او با افراد مرموز خبر می‌دادند. وقتی دکتر فاطمی ازدواج کرد، با آنکه او زندگی ساده را دوست داشت، چون به خاطر دل عروس جوان مراسم عروسی را با همه تشریفات سنتی آن برپا کرد، روزنامه‌های مخالف از خرج‌های هنگفت عروسی صحبت کردند. درباره انگشتری چندین قیراطی برلیان و از پیراهن ترگیپور متری 7000 تومانی دست باف بروکسل، 7000 تومان در آن زمان مبلغ هنگفتی بود، داستان‌ها ساختند که دروغ بود. می گفتند مخفیانه با سران حزب توده ملاقات می کند که درست نبود، چون فاطمی همیشه ضد کمونیست. ادعا می کردند شبها با فرستنده های مخصوص شرکت نفت ایران و انگلیس گفتگو دارد که کذب محض. ادعا می کردند برنامه دارد که به دست مصدق شاه را از میدان بردارد و به دست شاه مصدق را نابود کند و خود در این میانه رئیس جمهور شود، که واقعیت نداشت. او صمیمانه به دکتر مصدق خدمت می‌کرد. روزی که شاه به او نشان درجه یک همایون داد، چنان قوغایی برپا شد که نظیر نداشت. این عنایت را که شاه
برای جلب رضایت او کرد دلیل بند و بست‌های سیاسی داده. حتی دکتر نورالدین کیانوری در کتاب خاطرات خود نتوانست از این شایعات برکنار بماند. بعض وابستگی‌های خاص فاطمی در آغاز کار صحبت کرد. او هر قدر تندتر به انگلیسی‌ها حمله می‌کرد، مخالفان بیشتر او را به همدستی با انگلیسی‌ها متهم می‌کردند. شهرت دادند که فاطمی با سید ضیاءالدین طباطبایی دشمن دیرپای دکتر مصدق رابطه دارد. دروغ بود. او فقط در سال 1322 در حالی که 23 4 سال بیشتر نداشت، مدتی کوتاه به عنوان یک روزنامه نویس حرفه‌ای سردبیر رعد امروز شد. به جز آن هیچ مدرکی در دست نیست که او عضو حزب اراده ملی شده باشد یا با سید ضیاءالدین طباطبایی رابطه ای جز این داشته باشد. این همکاری کوتاه مدت دلیل هم داشت. در آن زمان سید ضیاء در دو جبهه مبارزه می کرد که در هر دو مورد فاطمی با او همفکری داشت. یکی مبارزه با حزب توده، دوم مخالفت با دیکتاتوری شاه. دکتر فاطمی که در آغاز فعالیت‌های روزنامه‌نگاری در زمان رضاشاه به دفعات چوب سانسور را خورده بود، نمی‌خواست آن وضع تکرار شود. با این همه همکاری مطبوعاتی او با رعد امروز که بسیار هم کوتاه مدت بود، به عنوان یک روزنامه نویس حرفه‌ای قابل توجیه است. در آن زمان تهمت، بهتان و شایعه سکه رایج روز بود. به دکتر بقایی و حسین مکی هم خیلی تهمت زدند، ولی در مورد دکتر فاطمی همه مردها شکسته شده بود. اگر به آنها در دو سه مورد اتهام وارد می کردن، فاطمی را در همه زمینه ها متهم می ساختن. بعد از 28 مرداد فاطمی توانست خود را 188 روز مخفی کند. این اختفای طولانی همه را دچار تردید ساخت. شایعات بار دیگر رواج پیدا کرد. اگر کسی روزنامه های روز را ورق بزند یا گزیده آنها را در مجله خواندنی های آن زمان بخواند، می‌بیند که چه چیزها درباره فاطمی نوشته. گفتند او در سفارت شوروی پنهان است. بعد ادعا کردند در خود شوروی زندگی می‌کند. نوشتند به هندوستان رفته. بعد ادعا کردند او را در پاکستان دیدند. ترکیه، بغداد و قبرس از نقاطی بود که هر روز فاطمی را به آنجا می‌بردند. اما ناگهان یک خبرنگار ادعا می‌کرد او را در خیابان استانبول تهران دیده. در مورد همه اینها نتیجه می گرفتند که انگلیسی ها از فاطمی نگهداری می کنند. گاهی می گفتند فاطمی به عنوان آن که مخفی شده با کسانی که هنوز مخفی هستند تماس می گیرد و کارش لو دادن آنهاست. ولی وقتی خودش لو رفت و گرفتار شد، گفتند او را گرفتند تا از او محافظت کنند و یا به علت آن که به عمل جراحی احتیاج داشته ظاهراً او را توقیف کردند تا باطنن به معالجهش بپردازد. او را به زندان انداختند تا از زندانیان دیگر حرف بشنود و به ماموران امنیتی اطلاع بدهد. آشکارا میگویم که حتی ما هم به عنوان روزنامه‌نگار با وجود آشنایی با دکتر فاطمی تحت تأثیر این شایعه ها قرار گرفته بودیم. گفتم روزنامه‌نگاران، ولی دوستان ما در کانون مطبوعات که سابقه زیادتری داشتند و بعضی مانند دکتر مصطفی که سالها با فاطمی دوستی و آشنایی نزدیک داشتند و دیگران که او را از سالها قبل می شناختند، در آن روزها جز این نمی اندیشیدند. اخیراً سندی در مجله کلک منتشر شد که باعث حیرت فراوان شد، چون نشان می داد حتی یاران و همکاران دکتر فاطمی در جبهه ملی مانند مهندس بازرگان، شاپور بختیار و دیگران هم درباره دکتر فاطمی نظر مساعدی نداشتند. در گفتگویی که احمد صدر حادثه جوادی با آیت الله حاج سید ابوالفضل موسوی زنجانی کرده، آن مرد روحانی موضوع حیرت انگیزی را درباره دکتر فاطمی فاش می‌کند. او می‌گوید در سال 1133 که انتخابات مجلس سنا شروع شده بود، نهضت مقاومت هم 75 کاندید معرفی کرد. در همان ایام روزی در خیابان جوانی مرا شناخت، جلو آمد و پاکتی به من داد. باز کردم، از فاطمی بود. نوشته بود چرا نام من در لیست کاندیداها نیست و دیگران که
اگر توانایی دارید من حاضرم مقاله های روزنامه باختر امروز را بنویسم، شما منتشر کنید. آن زمان هنوز فاطمی گرفتار نشده بود. موضوع را در جمع نهضت مقاومت مطرح کردم. ناگهان از هر سو حمله به فاطمی شروع شد. ملایم‌ترین حرف را بازرگان گفت: بلش کنید. دیگران از جمله دکتر بختیار حرفهای رکیکی درباره او زدند و سرانجام تصمیم گرفته شد اصلاً به سؤال او جواب داده نشد. من پایداری کردم. قرار شد جواب با نظر من داده شود. به او پیغام دادم صلاح در این دانسته شد که عملاً شما را فراموش کنیم. درباره روزنامه هم راه مصدق را داریم، کافی است. 30 تیر 1333 آیت الله موسوی گرفتار شد. او را به لشکر 2 زرهی بردند. در آنجا چشمش به فاطمی افتاد و باب مکاتبه مخفی بین آنها باز شد. فاطمی همچنان سرسخت و مقاوم بود و با همان حال بیماری در زندان از مبارزه صحبت می‌کرد. او از اینکه دکتر شایگان و مهندس رضوی اظهار ضعف می‌کنند ناراحت بود. آیت الله موسوی در پایان می‌نویسد: یک بار من به دکتر مصدق پیغام فرستادم که آنقدر که انتظار داریم مردم به این شخص، یعنی دکتر فاطمی، اعتماد نمی‌کنند. دکتر مصدق جوابی داد که نشان داد کمال اعتماد را نسبت به او دارد. در چنین شرایطی که حتی یاران و نزدیکان دکتر مصدق نسبت به دکتر فاطمی تردید داشتند، وضع توده مردم آشکار بود. وقتی اعلام شد که دادگاه نظامی دکتر فاطمی را محکوم به اعدام کرده، باز می گفتند او اعدام نخواهد شد. با یک درجه عفو اول به حبس ابد محکوم می شود و بعد از مدتی آزاد خواهد شد. محکوم کردن او به حبس ابد به خاطر آن است که مردم نسبت به او نظر موافق پیدا کنند. در چنین حال و هوایی دکتر فاطمی چطور میتوانست صداقت خود را نشان بدهد؟ به جز نثار جان، به جز مردانه به استقبال مرگ رفتن، او چنین کرد. روز چهارشنبه 12 آبان 1333 ساعت 4 صبح سرتیپ آزموده دادستان ارتش و سرتیپ تیمور بختیار فرماندار نظامی تهران به زندان دکتر فاطمی رفت. آزموده به فاطمی گفت: اگر وصیتی دارید بفرمایید. شما همیشه می گفتید مرگ حق است و من از مرگ نمی ترسم. فاطمی جواب داد: آری آقای آزموده، مرگ حق است. من از مرگ ابایی ندارم، آن هم چنین مرگ پر افتخاری. هنگامی که او را برای اجرای حکم اعدام می بردند، آزموده گفت: اگر تقاضایی دارید بگویید. فاطمی گفت: تقاضای من دیدن خانواده و ملاقات با دکتر مصدق است. آزموده فریاد کشید: هنوز هم دست از این مرد بر نمی داری؟ دکتر فاطمی آن روز تب داشت و حال جسمیش بد بود، اما روحیش همچنان قوی بود. در محل اجرای حکم دکتر آزموده یک بار دیگر از او خواست آخرین تقاضایش را بگوید. دکتر فاطمی یک سیگار خواست، آن را گرفت و با بی‌اعتنایی گوشه لب گذاشت. وقتی که او را به تیر بستند نگذاشت چشمهایش را ببندند. و آنگاه در حالی که به لوله‌های بلند 4 تفنگ چشم دوخته بود، منتظر گلوله‌ها ماند. او بارها در عالم خیال این صحنه را در برابر نظر مجسم کرده بود. گلوله‌ها تأخیر نکردند و لحظه‌ای بعد بدنش را سوراخ کرد. و به این ترتیب بود که دکتر حسین فاطمی در 37 سالگی منصوروار جان گرفت. بعد از اجرای حکم اعدام در ساعت 9 صبح سرتیپ آزموده که وظیفه‌اش را انجام داده بود با نهایت خونسردی خبرنگاران داخلی و خارجی را به حضور پذیرفت و گفت: ساعت 4 صبح نزد ایشان، یعنی دکتر فاطمی، رفتیم. روحیش بسیار عالی بود، به طوری که اگر کسی بدون اطلاع از وضع او وارد اتاق می شد نمی توانست تصور بکند او محکومی است که چند دقیقه بعد اعدام خواهد شد. خبرنگاران درباره حال مزاجی او پرسیدند. آزموده گفت: خیلی خوب بود. او را با آمبولانس به میدان تیر بردند. فاصله اتومبیل تا چوبه اعدام را 3-4 قدم بود راه رفت. اما حقیقت آن بود تا روز فاطمی در آتش تب می شود. جنازه فاطمی را بعد از اجرای حکم به خانوادهش تحویل دادند
و آنها او را در ابن بافی در کنار شهدای سیوم تیر دفن کردند. درباره دکتر فاطمی هنوز گفتنی زیاد است. او وقتی اعدام شد 37 سال بیشتر نداشت. یک زندگانی کوتاه اما پرفراز و نشیب، پر از درد و رنج. دکتر حسین فاطمی در میان روزنامه‌نویسان ایران یک چهره استثنایی بود. شاید تا آخر هم استثناء باقی بماند. زندگانی کوتاه او آمیخته با ماجراهای گوناگون بود. ترور شد. مورد حمله چاقوکشان حرفه‌ای قرار گرفت. قسمت‌هایی از عمرش را در بیمارستان‌ها، زندان‌ها و مخفیگاه‌ها گذراند. دشمنان آنقدر درباره او شایعه پردازی کردند که حتی دوستانش هم دچار تردید شدند. سرانجام محکوم به مرگ شد و اعدام شد. فاطمی به چنین مرگی احتیاج داشت، زیرا جز آن به هر صورتی می‌مرد، دشمنانش آن را دلیلی بر صحت اتهامات او می‌دانند. دکتر فاطمی فقط با شهادت مظلومانه خودش توانست ثابت کند که نسبت به مردم ایران و به نهضت مردم ایران وفادار بود و تا آخر صادقانه به آنها خدمت کرد. امروز شاید یک تن از هزار نفری که هر روز از خیابان دکتر فاطمی عبور می کنند ندانند دکتر فاطمی چه بود و چه کرد. شاید یک تن از هزار نفری که تمبر دکتر فاطمی را روی پاکت می چسبانند نمی دانند او چه کرد که به خاطرش تمبر یاد بود چاپ کرد. روز چهارشنبه 12 آبان 1333 اعضای کانون مطبوعات دور هم جمع شده بودیم. هنوز خبر اعدام دکتر فاطمی در شهر منتشر نشده بود. یکی از همکاران خبر داد که سحرگاه امروز دکتر حسین فاطمی در میدان تیر لشکر 2 زرهی اعدام شد. همه دچار تأثر شدند. دکتر مصطفوی که یار چندین ساله او بود گفت فاطمی فقط با مرگ خودش میتوانست ثابت کند که در کارها و گفته های خود صادق بود. خوشبختانه این شانس را دشمنانش به او دادند.